با درود به بینندگان برنامه مانگا و آهورا. گفتارهای این برنامه اندکی پیچیده هستند، ولی ما کوشش میکنیم که با زبان ساده آنها را بیان کنیم که برای همگان قابل فهم باشه. همچنان که در برنامه پیشین گفتیم، باستانیان به ساختن کاغذ پی میبرند. البته ساختن کاغذ به طور اتفاقی بوده. خیلی از چیزها هستن که باستانیان به طور اتفاقی به آن رسیدن که ساختن کاغذ یکی از آنها بوده است. باستانیان می دیدن که شیره درختان روی برگهای خشک درختان که فرو ریخته اند می ریزن و یک ورقه نازک را تشکیل می دهن. سپس باستانیان می آموزن که برگهای خشک درختان را جمع‌آوری کنند، آنها را خورد کنند و به شکل پودر در بیاورند و با شیره درختان قاطی کنند، مخلوط کنند و خمیر کاغذ را درست کنند و سپس خمیر کاغذ را پهن کنند و آن را نازک کنند و ورقه های کاغذ را درست کنند. اما در گذار زمان ساختن کاغذ پیشرفت می کند. زمانی که دیگه ابزارهای فلزی رو مثلا درست کردن، ابزارهای مثل اره، و چون ابزاری مثل اره رو درست کردن و با آن چوب را می بریدن و هنگامی که با اره چوب را می بریدن، خب خاک اره به وجود می آید، درست می شود. باستانیان فرا میگیرن که به جای اینکه از برگ های خشک درختان برای ساختن کاغذ استفاده کنن، از خاک اره استفاده کنن. خاک اره رو با شیره درختان مخلوط میکنن و خمیر کاغذ را درست میکنن. از این زمان به بعد است که نوشتن روی کاغذ آغاز میشود، البته با دست خط. پیشتر نوشتن بوده ولی نه روی کاغذ، بلکه روی لوحه های گلی و یا خشت های گلی. اما تاریخ نویسان میگوین که یک فردی به نام هرودوت 2400 سال پیش تاریخ نوشته. خب تاریخ رو روی چی نوشته؟ تاریخ نویسان میگوین که روی پاپیروس اینو نوشته، در حالی که از پاپیروس اصلا نمیشه کاغذ درست کرد، امکان ندارد و امکان ندارد روی پاپیروس بتوان نوشت. پس بنابراین تاریخ نویسان از خودشون داستان درست کردن. اما برای اثبات داستان خودشون اومدن چیکار کردن؟ یک چنین چیزی را جعل کردن و به نام یکی از برگهای تاریخ هرودوت به مردم قالب کردن که آره، این یکی از برگهای تاریخ هرودوت است. خب اینم یکی دیگه از دروغای تاریخ نویسان. تاریخ هرودوت خب در حدود 300-350-400 صفحه است. تاریخ نویسان از 300-350 صفحه کتاب فقط همین یک برگ، اونم نصف است، اینو پیدا کردن. خب بقیه داستان چی؟ دستخط هرودوت کجاست؟ نسخه اولیه هرودوت کجاست؟ نیست. پس وقتی که نیست، چطوری تاریخ نویسن این کتاب تاریخ هرودوت را نوشتن و به هرودوت نسبت دادن؟ تا اینجا تاریخ نویسن میگوین که هرودوت نخستین کتاب تاریخ رو نوشته است، یعنی در واقع هرودوت نخستین کسی بوده است که روی کاغذ نوشته است، کتاب نوشته است. از سوی دیگر تاریخ نویسان میگوین که تورات نخستین کتاب است. تاریخ نویسان میگوین که تورات 3500 سال پیش نوشته شده است. یهودیان میگوین که تورات را موسی نوشته است، در حالی که داستان موسی تو خود تورات هست. پس یعنی این که یه نفر دیگه، یه شخص مجهول تورات را نوشته است و داستان موسی را نوشته است. همچنین
تاریخ نویسان و نه تنها تاریخ نویسان همه بر این باورند که آیین یهود پیش از آیین مسیح بوده است. اما همچنان که ما در برنامه های پیشین نشان دادیم، اون آیینی که امروزه به نام آیین مسیح هست نخستین آیین و یگانه آیین باستانیان بوده است و آیین های دیگر همچون تورات در گذار زمان شکل می گیرند، زیرا دیگه در گذار زمان بین گروه های گوناگون باستانیان یواش یواش و رفته رفته اختلاف می افتد و همین اختلاف سبب پیدایش آیین های دیگری همچون آیین یهود می شود. و در این برنامه از خود تورات ما نشان خواهیم داد که آیین یهود پس از آیین مسیح بوده است و آیین مسیح نخستین آیین بوده است. هنگامی که باستانیان از زندگی کردن به وسیله کوچ کردن، یعنی از یه جا به جای دیگر دست میکشن و رفته رفته به زندگی کردن در یک جای ثابت میشینن در گذار زمان، و همین سبب میشود که روستاها و شهرها رفته رفته در گذار زمان شکل بگیرن و در نتیجه مغازه ها و دکان هایی ساخته می شوند برای خرید و فروش. و یکی از این مغازه ها و دکان ها کسانی درست می کنند برای درست کردن کاغذ. کاغذ را از خاک اره و شیره درختان درست می کنند. و این داستان تورات در میان مردم بوده است، مردم یهود، و نه تنها در میان مردم یهود بوده است بلکه در میان سایر باورهای دیگر نیز بوده است، زیرا همچنان که گفتیم باستانیان کوچنده زندگی میکردن و چون کوچنده زندگی میکردن در ارتباط با هم دیگر بودن و چون در ارتباط با هم دیگر بودن از باورهای دیگر با خبر بودن. و این داستان آیین یهود و تورات یکی از این باورهاست که در گذار زمان شکل میگیرد. اما همه اینها به صورت شفاهی، یعنی خود مردم اینو میدونستن، نه تنها مردم یهود بلکه سایر باورهای دیگر نیز این داستانها را می دانستن، ولی آخوندهای یهودی به خاطر اینکه مروج و مبلغ آیین یهود بودن بیشتر اینها را می دونستن، ولی در کل مردم این داستانها را می دانستن، زیرا داستان چیزی نیست. داستان را شما اگر یک بار بشنوید حفظتون میشه. مثلا فرض کن در تورات می گوید خب برادران یوسف را به چاه انداختن، یک کاروان اومد یوسف را از چاه در آورد بردش مصر و به وزیر فرعون فروخت، بعد افتاد زندان، بعدش آزاد شد فرعون، شد گندم فروش، نمیدونم از اینجور چیزا. خب این داستان را شما اگه یک بار بشنوید حفظتون میشه، چون چیزی نیست، یه چیز پیچیده ای نیست، داستان ساده است. در نتیجه همه مردم این داستان ها را میدانستن و چون همه مردم این داستانها را می دانستن و به ویژه آخوندها بیشتر این داستانها را می دانستن، هنگامی که کاغذ پیشرفت می کنه و دیگر از خاک اره و شیره درختان کاغذ را درست می کنند، از این زمان به بعد چیزایی مثل تورات را روی کاغذ می نویسن با دستخط. یعنی در واقع به این شکل مثلا می نویسن، کاغذ را به این شکل در می آورن و اینطوری می نویسن، یعنی تقریبا به صورت کتاب. اما در گذار زمان همین هایی که کاغذ درست می کنن و کاغذ رو می فروشن و مردم می خرن و یا آخوندها می خرن، چون در آن زمان آخوندها سواد داشتن، البته شاید
کسای دیگری هم بودن که آخوند نبودن، سواد خواندن و نوشتن داشته بودن، ولی بیشتر آخوندها سواد داشتن. در نتیجه آخونده میان، خب این داستانهای تورات را هم هست، داستانهای تورات را روی کاغذ می نویسن، کاغذ از اون کسی که کاغذ می سازه می خرن و داستان تورات را روی آن می نویسن با دستخط. اما در گذار زمان یواش یواش کتاب شکل می گیرد، کتاب ساختن و یا صحافی، یعنی اینکه برگ های کاغذ را به همدیگر می دوختن و صحافی می کردن و کتاب را درست می کردن. ولی تا این زمان هنوز با دستخط روی کتاب می نوشتن. پس بنابراین کسی که تا کاغذ رو درست می کرده در گذر زمان صحاف هم می شود، یعنی کتاب درست می کند، کاغذ رو به هم دیگر وصل می کند و کتاب درست می کند. برای نمونه من الان اینجا یه چیزی رو نشون بدم. مثلا فرض کنید که کاغذ ها رو به این اندازه می بریدن، بعد اینو اینطوری تا می کردن، هر پنجتا پنجتا و یا هر دهتا دهتا، هر ده بر، بعد روش شماره گذاری میکردن، یک دو سه چهار پنج. مثلا فرض کنید این پنج برگه وقتی که تا میکنن در واقع میشه 20 لا برگ، تا میکنن میشه 10 برگ، میشه 20 لا برگ و شماره گذاری میکنن و یک و دو سه. بعدش دوباره یه پنج برگ دیگه به همین طوری اینو میدوزن، پنج برگ دیگه دوباره به هم تیری کنار هم میذارن، این پنج برگ هم میدوزن و دست آخر وقتی که کتاب درست شد، تمام شد، همه این پنج برگی ها رو به هم دیگر میدوزن و شکل کتاب به خودش میگیرد. اما هنوز تا این زمان باز هم با دستخط روی کاغذ می نویسن، ولی خب کتاب هم درست شده. اما در گذار زمان همینایی که کاغذ میفروشن و صحافی میکنن، یعنی کتاب درست میکنن، در گذر زمان یاد میگیرن که روی چوب حروف بنویسن. حالا مثلا حروف انگلیسی، البته برعکس، حروف رو حکاکی میکردن، در واقع حروف رو برعکس حکاکی میکردن و سپس قالب هایی درست میکردن، مثلا به اندازه یک برگ کاغذ، مثل این، این قالب حروفه. بعد این حروف ها رو در کنار همدیگر میچیدن، سپس روی این حروف ها رو رنگ میزدن. حالا رنگ هم که داشتن، چون همچنان که در برنامه های پیشین گفتیم رنگ رو از گل ها و گیاهان میگرفتن، البته از برخی از رنگ ها رو از مثلا مثل دانه ها هم میگرفتن. برحال پس رنگ هم داشتن، رنگ رو روی این میمالیدن و سپس صفحه کاغذ رو روی این میذاشتن و با یک غلطک، حالا هرچه، مثلا مثل این، روی این صفحه رو فشار میدادن، سه چهار بار این غلطک رو روی این صفحه میکشیدن، در نتیجه حروف به کاغذ میچسبید و چون حروف به کاغذ میچسبید و این شیوه به مردم امکان داد، به همین صحافه امکان داد که یه خورده کتاب بیشتری درست کنن، زیرا از نوشتن خیلی سریع‌تره. پس بنابراین کتاب تورات، البته خیلی چیزای دیگه، ولی خب ما در اینجا چون بحثمون توراته فقط از تورات نام میبریم. پس بنابراین کتاب تورات یواش یواش، کتاب تورات یواش یواش گسترده میشه، شمار آنها گسترده میشه و مردم بیشتری بجز آخوندها کتاب تورات رو میتونن بخرن. تا این زمان کتاب تورات به صورت نوشته در انحصار آخوندهای یهودی است، ولی هنگامی که دیگه این حروف چینی شکل میگیرد و کتاب میتونه به صورت شمار بیشتری چاپ بشه، در نتیجه در دسترس مردم هم قرار میگیرد، یعنی تورات از دسترس، از انحصار آخوندها خارج میشود و مردم میتونن این کتابها رو بخرن، تورات رو بخرن و آن را بخونن. و در واقع کسی که کاغذ درست میکنه هم صحاف میشه
و هم حروف چین میشه. و چون حروف چین میشه و حروف ها رو میگیره، خب میتونه خودش هم کتاب بزنه، در نتیجه کتاب فروش هم میشه. و در گذار زمان این صنعت حروف چینی پیشرفت میکنه و صفحه هایی درست میکنن و اون قالب ها رو، قالب های زیادی رو روی یک صفحه بزرگ میچینن، مثل همین یه مثلا 10 تا میچینن. و سپس دستگاه های همش از شو درست میکنن مثل این، روی این صفحه زیر این قالب هایی که حروف ها در آنها چیده شده است آنها را میچینن و سپس یه دستگاه درست میکنن همش هم از چوب و صفحه کاغذ رو یک صفحه بزرگ برای این درست میکنن، صفحه کاغذ رو به این میچسبونن، سپس به این حروف ها رنگ میمالن و این صفحه رو به وسیله پیچاندن میارن پایین و روی حروف ها فشار میدن و به وسیله فشار باعث میشه که حروف ها، رنگ حروف ها به کاغذ بچسبه، که در انگلیسی بهش میگوین پرس. برای همینه که هنوزم در زبان انگلیسی به روزنامه و مجله و نمیدونم اینجور چیزا میگوین پرس، یعنی به اصطلاح فشار. سپس این کاغذ رو ور میدارن و آویزان میکنن که رنگشون خوش بشه. همچنان که میبینید در اینجا این کاغذ رو آویزان کرده که رنگ چاپشون خوش بشه و همین سبب میشه که شمار کتاب تورات بیشتر بشه و شمار بیشتری از مردم کتاب تورات را بخرن و آنها را در خونه نگه بدارن و آنها را بخوانن. پس بنابراین کتاب در دسترس تقریبا همه، در دسترس همه قرار میگیره، هر کسی میتونه بخره، میره کتاب تورات رو میخره. و اما ببینیم در تورات چه نوشته. در تورات از آفرینش آدم سخن میگوید. خب در تورات میگوید که یک روز الله میاد پایین، از آسمان میاد پایین، میاد روی زمین، میگه میبینه کسی نیست که زمین رو شخم بزنه. این داستان چجوری این داستان رو درست کردن؟ بعد برای اینکه کسی باشه که زمین رو شخم بزنه، یعنی الله برای زمین دلش سوخته که کسی نیست اینو شخم بزنه. این داستان چقدر بچگانه است. به هر حال الله از خاک یک پیکره درست میکنه و به دماغ این پیکره فوت میکنه، یک پیکره مثل خودش، چون در تورات الله یک مرده، یک انسان، به شکل یک انسانه و مرده. و در تورات خودش میگه، میگه به شکل خودش، در نقش خودش آدم رو میآفرینه و به دماغ آدم فوت میکنه و آدم جان میگیره. خب این داستان توراته، این مذهب توراته. ولی این داستان رو همچنان که گفتم در میان مردم بوده و چون در میان مردم بوده همه این داستان رو میدانستن. این داستان خیلی ساده است، حفظ کردنش که اصلا چیزی نیست. و الله از زمین میاد فهم، میبینه کسی نیست که زمین رو شخم بزنه، بعد از خاک آدم رو درست میکنه، به دماغش فوت میکنه، آدم جان میگیره و همه میدونه. و چون این داستان در میان مردم بوده، تنها در تورات این داستان نیست، بلکه حالا یک کتاب هست اسمش رو گذاشتم تاریخ طبری. خب در تاریخ طبری محمد ابن جریر طبری اینو نوشته. تاریخ نویسان میگویند که آره 1200 سال زندگی میکرده و این تاریخ رو نوشته که به نام تاریخ طبری معروف است. خب در تاریخ طبری داستان خودشو، کتاب خودشو از آفرینش آدم آغاز میکنه، تازه خیلی مفصلتر از تورات. در تورات میگه الله اومد پایین از خاک آدم رو درست کرد، ولی در تاریخ طبری میگه که الله آدم رو درست کرد، بعد الله 40 شبانه روز موند، شیطان میرفت نمیدونم باش ور میرفت، این کار رو باش میکرد، اون کار رو باش میکرد، بعد از 40 شبانه روز آدم
از سر یواش 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 از سر میشه آدم. خب چرا جریر طبری که در اون زمان نبوده که ببینه الله چطوری آدم رو درست کرده، پس چطوری این داستان رو نوشته؟ دروغ گفته، از خودش یک داستان نوشته، از خودش نه، این داستان در میان مردم بوده و طبری هم اینو نوشته، یعنی در واقع از خودش در نیاورده، به شکل‌های گوناگون این داستان در میان مردم بوده. پس وقتی که طبری هم آفرینش آدم نوشته، تورات هم آفرینش آدم نوشته، یعنی چی؟ یعنی این داستان در میان مردم بوده. نه تنها طبری، الان تاریخ نویسان میگوین یه تاریخ نویس دیگری بوده به نام رشید الدین فضل الله همدانی، اونم تاریخ نوشته، تاریخ مغول رو نوشته، ولی اون هم از آفرینش آدم در تاریخ خودش به نام جامع التواریخ، اگه اشتباه نکرده باشم، در جامع التواریخ اونم دست از آدم شروع میکنه، از آفرینش آدم شروع میکنه تا محمد، داستان همه پیغمبران رو میگه، داستان آفرینش آدم هم میگه. ولی خب رشید الدین فضل الله همدانی در زمان آفرینش آدم که اونجا نبوده، پس چطوری این داستان رو نوشته؟ چون این داستان در میان مردم بوده و رشید الدین فضل الله همدانی هم اون داستان رو نوشته، تورات هم اون داستان رو نوشته. کی نوشته؟ آخوندهای یهودی. و حالا ببینیم چه چیزی ثابت میکنه که این تورات در گذار زمان شکل گرفته و پس از آیین مسیح شکل گرفته است. در تورات میگوید، در تورات به زبان عبری میگوید که الله میاد پایین، البته در تورات به زبان عبری میگوید الوهیم، میگه برحال الوهیم همون الله، الله میاد پایین، خب میبینه کسی نیست زمین رو شخص بزنه، بعد از خاک آدم رو درست میکنه، میگه از خاک، در تورات میگوید از خاک آدم رو درست میکنه، اما در تورات به زبان انگلیسی میگه من را درست میکنه. خب من در زبان انگلیسی هم یعنی مرد و هم یعنی انسان. پس در تورات به زبان انگلیسی با تورات در زبان عبری فرق میکنه. در زبان عبری میگوید آدم رو درست کرد، در زبان انگلیسی میگوید انسان رو درست کرد، نمیگوید آدم رو درست کرد. در تورات به زبان فارسی اونم میگه آدم، در تورات به زبان عربی اون هم میگه آدم، آدم رو درست کرد. پس اما چه کسی نام این آدم رو آدم گذاشت؟ کسی نبوده اون زمان، الله هم که هنوز آدم رو درست نکرده، پس چطوری اسمش رو گذاشتن آدم؟ پس اینو در نظر داشته باشید. بعد در تورات میگوید هنگامی که الله آدم رو درست میکنه، آدم رو میآفرینه، در خاور عدن یک باغ درست میکنه و آدم رو میبره داخل اون باغ. خب در آن زمان که کسی نبوده، هنوز هیچ کس نبوده، تازه الله آدم رو درست کرده، آدم رو آفریده، ولی عدن از کجا آمده؟ این نام عدن از کجا آمده؟ چون هیچ کس نبوده که این به اصطلاح این زمین یا این محل این مکان رو اسمش رو بذاره عدن. پس این عدن از کجا اومده؟ و یا اینکه این هیچ کس نبوده، پس این واژه باغ از کجا اومده؟ پس این یک، در تورات به زبان عبری میگوید گان عدن، در حالی که در تورات به زبان فارسی می نویسد باغ عدن. خب گان با باغ فرق میکنه،
در تورات به زبان انگلیسی میگوید Garden of Eden. حالا عدن یا عدن یا عدن یا عدن فرقی نمی کنه، اینها گویش ها هستن، همشون یکی هستن. بنابراین در تورات به زبان عبری میگوید گان عدن، گان دا عدن. اما در تورات به زبان عربی میگوید جنت. خب جنت نه باغ نه گانه، چرا در زبان عربی، در تورات به زبان عربی مینویسد جنت؟ حالا میگوین عرب ها به باغ میگوین جنت، در حالی که هیچ عربی روی این سرزمین به باغ نمیگوید جنت. در زبان عربی به باغ میگوین حدیقه، نمیگوین جنت. واژه جنت تنها در قرآن هست و در تورات به زبان عربی، در هیچ کجای دیگر نیست. پس این جنت از کجا اومده؟ چرا میگه جنت در زبان، در تورات به زبان عربی چرا میگه جنت؟ چرا نگفته حدیقه؟ حدیقه یعنی باغ. بنابراین میبینید واژه ها نشان میدهند که این داستان ها داستان هایی هستند که در گذار زمان شکل گرفتند به وسیله خود مردم، زیرا به خاطر باورهایی که داشته بودند در گذار زمان و نسل به نسل این داستان ها شکل میگیرد. و حالا یک مسئله دیگر مهم در تورات میگوید هنگامی که الله آدم رو درست میکنه، در خاور عدن یک باغ درست میکنه و آدم رو میبره داخل اون باغ. بعدش میگه از این عدن یک رودخانه وارد باغ میشه، باغی که آدم درش هست، و از این باغ چهار شاخه میشه. نام این چهار شاخه رو میبره، البته من در اینجا نام دوتا از اونها رو میبرم، اون دوتای دیگه خیلی مهم هستن، نمیتونم در این برنامه دربارشون صحبت کنم چون احتمال داره خیلی طول بکشه و خیلی هم طول میکشه، ولی به هر حال چهار تا این رودخانه میاد داخل باغ و چهار تا میشه، نام دوتاش دجله و فرات است. خب در آن زمان که کسی روی این زمین نبوده، فقط آدم بوده به گفته تورات، فقط به گفته آدم، به گفته تورات تنها آدم زندگی میکرده. پس چطوری این دجله و فرات، این نام های دجله و فرات از کجا اومدن؟ این نام های دجله و فرات و باغ عدن و جنت و آدم و اینها نشان میده که آدم های پیش از این داستان آفرینش آدم در تورات بودند و این رودخانه ها رو نامگذاری کردن، این مکان رو نامگذاری کردن، این آدم بوده، واژه آدم در میان مردم بوده، این جنت بوده. خود تورات به ما نشان میدهد که این داستان تورات در گذار زمان شکل گرفته است، زمانی شکل گرفته است که مردمانی بودن پیش از داستان تورات و این نام ها و مکان ها بودند. بنابراین داستان تورات و یا اینکه آیین یهود پس از آیین مسیح شکل گرفته و در گذار زمان شکل گرفته. خب حالا برگردیم به کتاب تورات. گفتیم که کتاب تورات به خاطر اینکه صنعت چاپ گسترش پیدا میکنه، پیشرفت میکنه، در نتیجه کتاب تورات بیشتری چاپ میشه و مردم بیشتر میخرن. یهودیا خودشون تورات میخرن، خونه میذارن و آنها را میخوانن. یهودیا هم به خاطر فرهنگی که دارن
کاسبن، کاسبکارن، به قول انگلیسی ها بیزنسمن هستن، بیشترشون پول دارن. خب طرف یهودیه، پول داره، متعصبم هست، کتاب تورات هم داره، تو خونه میخونه، میخونه که چی؟ الله آدمو درست کرد و در خاور عدن یک باغ درست کرد و آدمو داخل باغ عدن گذاشت. بعد میخونه در تورات میگه که یک رودخانه از عدن جاری میشه، وارد باغ میشه، از اونجا چهار بخش میشه، چهار شاخه میشه، دوتاش دجله و فراته. خب اینو داره میخونه، دجله و فرات. خب دجله و فرات کجاست؟ دجله و فرات از ترکیه آغاز میشه، وارد سوریه میشه، وارد عراق میشه، از اونجا میرزه داخل خلیج فارس. و همین سبب میشه که این یهودیای پولدار کنچکاو بشن. البته یهودی ها در همه جا بودن، در لهستان، در روسیه، در نمیدونم اروپا، به خاطر اینکه زمانی کوچنده زندگی میکردن و این یهودی ها به همه جا میرفتن، نه تنها یهودی ها، همه باستانیان به همه جا میرفتن، به خاطر همینه که در همه جا هستن. پس یارو یهودی مثلا تو اروپا کتاب تورات رو میخونه، پول دارم هست، یعنی که دجله و فرات، دجله کجاست؟ دجله و فرات در کجا هستن؟ در ترکیه، در سوریه، در عراق. همین سبب میشه که این یهودیا کنجکاو بشن و بیان ترکیه، سوریه، عراق و در کنار دجله و فرات بگردن دنبال باغ عدن. کنجکاوی سبب میشه. یهودیان میان جستجو میکنن در کنارهای دجله و فرات، همه جا رو جستجو میکنن، اما باغ عدن رو پیدا نمیکنن. ولی در کنارهای دجله و فرات مقدار زیادی آثار باستانی و مکانهای باستانی رو میبینن، مقدار زیادی آثار باستانی رو پیدا میکنن و جاهای باستانی زیادی رو در کنار دجله و فرات از ترکیه تا خلیج فارس میبینن. خب حالا اینا رو دیدن، این در دجله و فرات. و اما در تورات میگوید که یوسف را به مصر بردن. میدونم نوادگان برادران یوسف در اونجا زندگی میکنن و موسی اونجا زاده میشه در مصر. بعدش این داستان که موسی فرعون دستور میده که این بچه های نمیدونم عبریان را بکشن. بعد مادر موسی هنگامی که موسی بچه است یه سبد درست میکنه، موسی را داخل سبد میذاره و اونو وارد روی رودخانه نیل رها میکنه. خب در تورات اینو نوشته، یارو پول داره، یهودی هم هست، مصر هست، رود نیل هم در مصر هست. میان چکار میکنن؟ جستجو میکنن. برای کجا؟ برای اون جایی که مادر موسی را روی آب رها کرده، رود نیل. و یا اینکه در تورات میگوید، در تورات های قدیمی، امروزه یه چیزی دیگه میگوین بحر، ولی در تورات های قدیمی نوشته موسی رود نیل رو با عصای خودش شکافت و دو نصف کرد و یهودیان از داخل رود نیل گذاشته. همین سبب میشه که این یهودیان پولدار برن ببینن اینجا رو پیدا میکنن، جایی که موسی رودخانه نیل رو شکافته. اینجا رو پیدا نمیکنن و اون جایی که مادر موسی را روی رودخانه رها میکنه اونجا را پیدا نمیکنن، ولی در کنارهای باختری و خاوری رودخانه نیل به مقدار زیادی آثار باستانی و مکانهای باستانی بر میخورن، اینها رو پیدا میکنن. و همین پیدا کردن آثار باستانی
و مکانهای باستانی پیامدهای دیگری دارد. در واقع اولین باستانشناسان و باستانشناسی از همین یهودیا آغاز می شود. اما یهودیا در آن زمان خب اطلاعات خیلی کم بوده. الان اطلاعات تو هرچه بخوای میتونی بری کتابخونه، از کتابخونه بگیری یا از اینترنت بگیری، ولی در آن زمان اطلاعات که خیلی کم بوده. این یهودیانی که میرفتن خب اینجا ها رو میدیدن، خب باغ عدن، عدن که دجره و فراد ازن میگذره، خب این عدن نام یک شهره در یمن، اینو نمیدونستن. زیرا همچنان که گفتیم، بارها گفتیم، باستانیان هنگامی که کوچنده زندگی میکردن خب به هر چشمه ای که میرسیدن خب در آنجا به طور موقت یک چند روز استراحت میکردن و همون نشستن در اونجا نام اون مکان را هم میذاشتن، حالا به شیوه های مختلف، ولی به هر حال نامی برای اون انتخاب میکردن. و وقتی که میرفتن و دوباره برمیگشتن خب کجا میرن؟ از هم دیگر مثلا میپرسیدن یا دو سه گروه با هم دیگر چیز میکردن، کجا برن؟ عدن، میریم عدن. چطور؟ عدن هم خب اسمشو گذاشته بودن دیگه و میدانستن که عدن کجاست. بنابراین اینطوریه، برخی از جاها رو سه چهار تا مکان هستن که یک نام دارد، نمونش همین عدن هست. عدن دجله و فرات ازاد میگذره، عدن نام شهری هم هست در جنوب یمن. خب جنوب یمن کجا و دجله و فرات کجا؟ و یا اینکه مثلا این نامگذاری، خب پاریس، پاریس نام یک جای کوچک بوده در کنار یک چشمه، امروزه شده یک شهر، ولی در آن زمان که باستانیان کوچنده زندگی میکردن و به این مکان میرسیدن، خب پاریس در واقع نام یک جای کوچک بوده و تنها پاریس نام شهر پاریس نیست. همچنان که در برنامه های پیشین نشان دادیم، در مصر هم یک روسا هست، البته یک روسای بزرگه تقریبا، یک شهرک خیلی کوچکه، یک شهرک هست به نام پاریس. خب این نام پاریس در مصر چکار میکنه؟ حالا بعضی هستن که میگوین عربا پی ندارن، ولی عرب ها پی دارن، پی رو تلفظ میکنن ولی نمی نویسن. همچنان که میبینید اینجا نوشتن باریس چون پی ندارن، ولی خب خودشون میگوین پاریس، پی میگن، به خاطر همینه به انگلیسی نوشتن پاریس. از پاریس هم در مصر هست. و یا اینکه مصر، خب مصر همچنان که گفتم زمانی نام یک مکان کوچک بوده است، امروزه به یک کشور میگن، ولی زمانی نام یک مکان کوچک در کنار یک چشمه بوده است. و مصر هم در ایران هست، یک روسا هست در استان اصفهان در نزدیکی شهر خور، اسمش مصره. حالا برای این روسا اومدن داستان درست کردن که آره 100 سال پیش یک چوپان تو اون کویر، چوپان تو اون کویر چکار میکرده؟ یک چوپان بوده، بعد اسمش یوسف بوده، بعد یک چاه و کنده، بعد چون اسمش یوسف بوده این چاه هم کنده، دوست داشته اسم اونجا رو بذاره مصر. یک داستان علکی همینطوری درست کردن، در حالی که اینطوری نبود. باستانیان کوچنده زندگی میکردن و به اون اونجا یه چشمه بوده، به اون چشمه که رسیدن اسمشو گذاشتن مصر. البته در برنامه های پیشین گفتیم، در برنامه های آینده باز هم درباره مصر سخن خواهیم گفت که اصلا مصر چیه. به هر حال پس میبینی این نام ها در جاهای دیگر هم هست. بنابراین وقتی که این نام ها در جاهای دیگر هست و پیش از اینکه آدم درست بشه، هم واژه آدم بوده، هم واژه دجله بوده، هم فراد بوده، هم جنت بوده، هم باغ بوده، هم عدن، یعنی چی؟ یعنی انسان هایی بودن که این نام ها رو گذاشتن پیش از اینکه، به قول تورات، پیش از آفرینش آدم در تورات،
یعنی چی؟ یعنی تورات داستانی بوده که در گذار زمان و پس از آیین مسیح شکل گرفته است. ولی امروزه چنین باور دارن که آیین یهود پیش از آیین مسیح بوده است. به هر حال، پس بنابراین یهودی ها تورات میشه سبب باستان‌شناسی، میان همه چیز رو درست میکنن، پیدا میکنن، خیلی چیزها رو پیدا میکنن. در تورات از آشور نام میبرد. خب وقتی که از آشور نام میبرد، یعنی کسانی بودن که نام اون منطقه رو آشور گذاشتن و از آشور بنی پال نام میبرد. وقتی که از آشور بنی پال نام میبرد، یعنی کسانی بودن پیش از آفرینش آدم آشور بنی پال بوده. از این داستان تورات یک داستان ساختگیه. بعد همین یهودیا این چیزا رو پیدا میکنن، همین آثار وصلی برای نمونه اینو پیدا میکنن، میگوید اسمشو گذاشتن آشور بنی پال. چرا اسمشو گذاشتن آشور بنی پال؟ برای اینکه حقانیت تورات را ثابت کنن. چون در تورات نام آشور و آشور بنی پال اومده، یهودیا اومدن این داستان رو درست کردن. یعنی یهودیان هم میشن باستانشناس و هم میشن تاریخ نویس. اینها به مردم نشون بدن آشور، آشور در تورات آمده، آشور بنی پال هم در تورات آمده، بیا اینها این هم تندیس آشور بنی پال که پیدا شده در کنار دجله. پس بنابراین هرچه در تورات گفته واقعیته، در تورات اصلا دروغ نیست. در تورات بعدش هم کتیبه‌اش هم خوندن. کیا خوندن؟ یهودیا. آره نوشته من به ایلام رفتم، اونجا را گرفتم، همه زنان و چیزا رو اسیر کردم و نمیدونم از این جور چیزا. از خودشون داستان درست کردن در حالی که یک کلمه از اینو نخوندن، از این خط دروغ میگن، فقط به خاطر اینکه تورات را ثابت کنن، حقانیت تورات را ثابت کنن. و یا اینکه خب موسی با فرعون می جنگد، البته اسم فرعون رو نمی جنگد ولی تاریخ نویسان آره فرعون، فرعونی که با موسی جنگیده اسمش توتموس بوده. خب اینها اینا تندیسش یه چیزی پیدا کردن، در حالی که این تندیس یک زنه، ها تندیس مرد نیست، ولی به هر حال تاریخ نویسان میگه این تندیس فرعونی بوده که با موسی جنگیده، اسمش هم توتموس بوده، برای اینکه حقانیت تورات را ثابت کنه. بعدش هم هیچی تندیسش رو درست کردن، پیدا کردن، جسد مومیایی شده شم پیدا کردن، یه چیزی درست کردن، آره این هم جسد مومیایی شده تتموس که با موسی جنگیده و در رود نیل غرق شده یهودیا. و یا اینکه عصای موسی، این هم این عصای موسی است در موزه استانبول در ترکیه است، این عصای موسی، پس موسی بوده، عصاش هم بوده. ببینید چطوری برای خودشون داستان درست کردن. و یا اینکه در تورات از کورش نام میبرد. خب از کورش و پادشاه فرسیان یا فارسیان یا پرسیان برهم، ولی خب از کورش نام میبرد. چون در تورات از کورش نام میبرد، در کنار دجله یه چیزی رو پیدا کردن، آره کورش رفته اینها بر اساس تورات، بر اساس داستانهای تورات اینم نوشته، اینها این استوانه کورشه، نوشته خوندن حقوق بشر کورش، همه نمیدونم چی دروغ میگن، یک کلمه از اینو نتونستن بخونن، فقط به خاطر اینکه حقانیت تورات را ثابت کنن و بگوین که کورش در تورات هست، پس بنابراین بوده، اینم استوانش. و نه تنها استوانش رو پیدا کردن، بلکه یک یهودی به نام ارنست هرسفلد آلمانی میاد ایران، آرامگاه کورش هم کشف میکنه، هیچی تندیس کورش هم پیدا میکنه. اینها این تندیس کورش، حالا یه زمانی بهش میگفتن تندیس کورش ولی الان بهش میگوین مرد بالده. ولی خب در استرالیا در سیدنی بهش میگوین تندیس کوروش. کی اسمشو گذاشت؟
یهودی ارنست هرتزفلد. بعدش هم همین آدم آرامگاه کوروش هم پیدا میکنه. اینم آرامگاه کوروش، چون کوروش در تورات اومده، در حالی که روی این به خط عربی نوشته و داخل این نوشته الله به خط عربی. پس بنابراین یهودیا تورات سبب تاریخ نویسی میشه و همین هرودوت هم یهودیا نوشتن یک داستان جعلی فقط به خاطر اینکه حقانیت تورات را ثابت کنن. این داستان جعلی رو نوشتن با نام مستعار هرودوت. همین، مگر هرودوتی اصلا وجود نداشته بود است. من در اینجا این برنامه را به پایان میرسانم. تا برنامه آینده شادزی شادکام باشید.